سلام آماتان عزیزم، وقت زیبایتان بخیر باشه. امیدوار هستم که خوب و خوش و خوشحال باشین و روزای هفته را به خوبی و خوشیش تا عید هم سپری کرده باشین. بازم روز پنجشنبه است دوست عزیز، امروز هم امو خوردن و پخته کردن است. خوشحال هستم که بازم از این برنامه در خدمت شما قرار دارم و امروز هم دوست عزیز دو غذای خیلی خوشمزه به شما نازنین آماده می سازم. خدا کنه غذای امروز آماده می سازم و یا هم اینجا فیصد کارکایش پیش بردیم آماده ساختیم، خدا کنه مورد پسند شما خوبان قرار بگیره و همچنان دوستایی که خواهش گزاره کرده بودن ما امروز بیننده باشن. امروز هم دوستای عزیز می خواهیم بر شما پلو یونانگی آماده بسازم و یا هم برنج یونانگی که برنج ایرانی است دوستای عزیز، واقعا خیلی برنج خوشمزه است، بسیار طعم خوب داره و عین شکل کباب یونانگی را که آماده ساختیم دوستای عزیز، اما ماده یک در کباب استفاده می شده فقط در برنج شما روز استفاده کردیم که وعده کرده بودم روز گذشته. دوستای عزیز کباب یونانگی آماده ساخته بودم، گفتم ان شاء الله روزای بعد یا آخر هفته برنج یونانگی آماده می سازم. امروز هم دوستای عزیز برنج یونانگی همراه با دو پیازه آماده ساختیم، دو پیازه افغانی خودم که واقعا دو پیازه من خودم خیلی دوست دارم، عاشقش هستم، برخصوص دوستایی که خارج از کشور هستن غذای افغانی ما همیشه میپذیرن و یا هم لایک میکنن صفحه ما را، همیشه وقت خواهش میکنن دوستای ما غذای افغانی ما را و همچنان دو پیازه افغانی دوست عزیز که من خودم واقعا عاشقش هستم، دوست دارم که بار نوشجان کنم، برخصوص دوستایی که خارج از کشور هستن همیشه وقت کامنت میگذارن و هم پیام میگذارن میگن غذای افغانی ما واقعا خوشمزه است، ما هم عکس روان میکنن تصاویرهای زیبا که از رستورانت های مشهور خارج، این غذای افغانی ما در اینجا هم آماده میشه که امروز میخوایم در برنامه دو پیازه افغانی همراه با برنج یونانگی ایرانی آماده بسازم دوست عزیز. اما یک مقدار کار دو پیازه را هم پیش بردیم دوست عزیز که این شکل یخنی آماده ساخته میشه و همچنان زمانی که 50% گوشت آماده شد دوباره گرفتیم مرات خاموش ساختیم و در کرایی که تمام شد اضافه ساختیم دوست عزیز که یک پیازش کاملا آماده است، کاملا شکل لو به خود گرفته که انشاءالله بخیر یک کارکایش هم دلا بالای برنامه انجام میتیم و همچنان در پلوش دوست عزیز یک سالات خیلی خوشمزه میخواییم آماده بسازم با برنج و ننگی. هر سالات که خودتون دوست دارین دوست عزیز میتونید که آماده بسازین، همه من خودم دوست دارم که بیشتر سالات آماده بسازم که ازش در کره خوب استفاده شد، مثل بونجانومی همچنان خیار شور دوست عزیز که شما هم در تصویر دیدین و یک مقدار مرچ دلمه است میخواییم از سیتر کنیم و یک سالات خیلی خوشمزه با این دو غذای خوشمزه که امروز برای ما آماده ساختیم و شما نازنین آماده بسازم. معنا گفتن همون دوست عزیز که روزای پنجشنبه من تنها نمی باشم، امروز هم در برنامه دوست عزیز مهمان دار هستم، مهمان ما که کی است که من با شما نمیگم دوست عزیز، انشاءالله بخیر چند لحظه بعد در استودیو میایه و با خودش معرفی میکنم بتونه همون گفتن همون دوست عزیز مهمان ما جوان است که همه شما دوست دارید میشه، همه شما عاشق صدایش هستین، شخصا خودم هم رقم هستم اگر هر قدر ازش تعریف کنم و بگویم بازم کم است. مهمان ما امروز در برنامه دوست عزیز جوان هنرمند است که خوش صداست، همه شما خیلی دوستش دارین و با چهرهش هم آشناستین، یکو کی است بعد از یک وقفه کوتاه در خدمت شما برمیگردم. دوباره خوش آمدین دوست عزیز، در ادامه برنامه آشپزی هستیم و همچنان در جریان وقفه پیازم دوستا به شکل ورق ورق برش دادم و همچنان مهمانم در استودیو هم آمد و طب من حال خوش شد دیگه، دلم جمع شد چون مهمانم آمد، خاطرم جمع شد من همیشه وقت که مهماندار می باشم دوست عزیز طبم خوش می باشه و امروز هم جوان است که قبلا به شما گفتم دوست عزیز پیش از وقفه شما هم دوستش دارین و همچنان عاشق صدایش هستین. امروز مهمان ما در برنامه آقای وهاب جان رسولی هستن. رسولی صاحب بسیار زیاد خوش آمدید میگم به ست آشپزی. رسولی صاحب سلام آورده. سلامت باشین. خوب هستین انشاءالله، عصرتون بخیر باشه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیزتان. قربانتون رسولی صاحب، شما کجا بودین؟ من از امیزمستان به ایسو به رسولی صاحب زنگ میزنم، رسولی صاحب مصروف کارهای هنری، رسولی صاحب مصروف فلانه کار فلانه کار، تا که رسولی صاحب امروز در برنامه پیدا کردم و آمدن در برنامه. رسولی صاحب کجا بودین شما در قا وقتا؟ ما خوشتاندخ شده بودین. خوشبختانه که امروز پیشتان هستم، متاسفانه راستیش هم عصیب جان چند بار تقاضا به خاطر برنامه کرده بود، باز ما تلاش به ای داشتم که در برنامه ای که آدم اشتراک میکنه یک چیز نو بگفتن باید داشته باشه. متاسفانه که هنوز هم آهنگ ریلیز نکردیم، قرار است که بخیر ریلیز کنم. عزیب جان وعده ای که امرایتان کده بودم فقط یک مشکل ایجاد شد، در وعده پیش شما رسیدم ولی آهنگ ندانستم ریلیز کنم. خیر باشه، آهنگم در این روزای بسیار نزدیک نشر میکنم. بخیر، اما شما زحمت کشیدید، شما کار کردین رسولی صاحب، دست شما درد نکنه. رسولی صاحب بازم خوش آمدید میگم تونه به تلویزیون اینه برخصوص به برنامه آشپزی. رسولی صاحب من خب فقطا میفهمیدم که شما برنج دوست دارین چون از برادرتون پرسان کردم و خودم هم میفهمیدم، اما امروز برات برنج ایرانی آماده ساختیم، خدا کنه خوشتون بیاد. برنج ایرانی؟ بله.
برنج راستی معلوماتم خیلی خوب است. من در خوراکا برنج بسیار زیاد دوست دارم. برنج ایرانی رو متاسفانه که نخوردیم، ایران هم هیچ وقت سفر نداشتیم. امروز میخوریم. امروز بخیر نوشتون. رسول سید فقطا طعمش کم ترش است. این شکل برنج صافکی ما و شما ورسک. من تا کمه که طعمش خوش ترش است و یک مقدار دانه زرشک داش استفاده کردیم. به خاطر طعمش هم است که ترشیش کم که می خوش میسازه. اما می خوش است که واقعا خوش میخوره وقتی بویش شما میکنیم و همچون زمان که نوشتون میکنیم. یه غذای خوشایند است. امروز بخیر. خدا کنه که تجربه میکنیم. بله بله. و همچون دو پیازی افغانی ما ساختیم رسول سید دپلوش. خدا کنه که هم خوش شما به و همچنان خوش بیننده عزیز ما بیاید. انشالله که خوش ما بیاید، زحمت که شما میکشین. قربانتان. کارتان خیلی عزیز. قربانتان رسولی صاحب. رسولی صاحب امروز هم دیگر شما در برنامه بعد از خیلی دیر وقت آمدیم، چون دوستایتان به من مسج میکردن، به صفحه آشپزی مسج میکردن که رسولی صاحب دعوت کنین، رسولی صاحب دعوت کنین. تا بالاخره امروز موفق شدم که بتوانم رسولی صاحب در برنامه با خود داشته باشم. من هم خوشحال هستم خود تا با خود دارم رسولی صاحب، چون دیگر شما در پیش ماستین. من میخوام شما بشنوم. من عاشق صدایتون هستم، عاشق شخصیتتون هستم رسولی صاحب. واقعا هنر و هنرمند بودن مشکل است که آدم یک هنرمند موفق باشه، هنرمند باشه که هر کس دوست داشته باشه شه. من خودم شخصا شما رو دوست دارم و همچنان علاقمندایتون خیلی شما رو دوست دارم. پس چه خوب میشه رسولی صاحب اگر آماده باشین علاقمندایتون زمزمه بکنم براتون. یک زمزمه. مهربانی سخت میخواند به چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند به چشمانت سنم. تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. زیبا، بسیار زیبا، واقعا زیبا بود رسولی صاحب. رسولی صاحب شما گفتین که آهنگ نوتون به خیر در راه است. کلام خداتون باید منتظر از آهنگتون باشه و هستم. انشالله که دو آهنگ نو است آماده شده. فقط یک بار دوگام در یک مصاحبه دیگه رسانه دیگه گفته بودم، دوستایی که دیده باشند میدانن من منتظر یک فرصت برای نشرش هستم که حال و احوال مردم ما خوب باشه و آهنگ مطابقت به فضای اجتماعی امروز بکنه. انشالله بخیر، به امیدم تو یک روز هستیم. انشالله تو روزم بخیر، نزدیک ما و شماست. جان سپاس رسولی صاحب به خاطر اجرای زمزمیتان، واقعا ما لذت بردیم. دوست عزیز برنامه آشپزی ادامه داره، بعد از یک رفت و برگشت خیلی کوتاه. بخش اخیر آشپزی رو فراموش نکنین. من هستم با رسولی صاحب. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. در بخش اخیر برنامه آشپزی قرار داریم و سپاسگزار هستم از اینکه شما ما را همیشه بیننده هستین از طریق یوتیوب چینل و هم از طریق تلویزیون. دوستایی که نتونستن امروز برنامه مکمل ما را ببینن میتونن سر به یوتیوب چینل آینه بزنن، همشون برنامه مکمل ما را ببینن و نظریات نیک خدا با ما هم شریک بسازن. رسولی صاحب خودتون در آشپزی چطور هستین؟ آشپزی هم گاهی وقتا میکنین؟ در آشپزی اگر بگویم خوب هستم شاید دروغ گفته باشم، ولی به اساس مجبوریت اگر کدام وقت خوشبازی کرده باشم میشه که غذا خورده شود. علاقه دارم مگر یاد ندارم متاسفانه. بسیار خوب، بسیار خوب. علاقه مندی دارید در برنامه آشپزی؟ بسیار زیاد علاقه مندی دارم. برنامه خوب خوب است. بسیار برنامه خوب است. بسیار خوب. برنامه آشپزی رو میبینیم دیگه بخیر. گاه گاهی که فرصت مساعد باشه و امرایش رو برو شود. بسیار خوب، بسیار خوب. رسولی صاحب غذای ما هم نگاه آماده است و حالا میخواییم که یک مقدار سالات آماده بسازیم. سالات دوست دارین؟ سالات نوشجان میکنین خودتان با غذا؟ سالاتم والا دوست دارم مگر قدر زیاد علاقه که زیاد داشته باشم و خیلی دلبندی برش داشته باشم نی باز که باشه میخوام. اما سالات رسولی صاحب خوب چیز است. من همیشه وقت در بینداریم پیشنهاد میکنم هر غذایی که نوشجان میکنن والا و اگر صبحانه هم باشه باز میگم سالاد بگیرن ترکاری، چون بدن ما خیلی دو ترکاری باب نیاز داره. نیاز داره راست میگی. بله. متاسفانه که من از یک تعداد غذاهام کدش مثل که عادت نداشته باشم یا همونطور کدام تا
تکلیف خود وجود ما داره درست نمیتونم گرفتم. متاسفانه ما زیاد خوراکا برنج دوست دارم، بسیار دیگه خوراکا قدر زیاد خوب نیستم. ترکاری رو بسیار مفید است، گاهی دوایی گفتم میخوام. بسیار خوب، بسیار خوب. امروز خدا کنه که ترکاری با برنج برات آماده ساختیم، خوشتون به رسولی سید و همچنان خوش دوستای ما به دوستای که در پخت و پز دو پیازه مشکل دارن، اونا هم میتونن که سر به یوتیوب چنل آینه بزنن و برنامه مکمل دو پیازه رو ببینن. ما برنامه گذشته ما دو پیازه آماده ساخته بودیم دوستای عزیز. امروز فقط 50% کارهای غذایی من پیش بردم دوستا، چون وقت برنامه کم بود نمیتونستم کار دو غذا را در نیم ساعت آماده بسازم و حالا غذا آماده است. رسولی سید بخیر، ما غذا را اگه سرویس میکنم شما بازم اگر آماده باشین بلا خواننده های صدایتان بازم یک زمزمه یک تقدیم کنیم. خوب است، خوب است. خشمو غذایتان آماده کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. چی بخونم براتون؟ امی ار آهنگ خودتون دوست دارین رسولی صاحب ما راستین، فقط ما عاشق صدایت هستیم. اخو آرام دوست دارم، بس مناسب شما آهنگ آرام است نه چون موسیقی وش فرق نمیکنه رسولی صاحب. ما هم غذا رو سرویس میکنم، حالا دوست عزیز رسولی صاحب میشه. زد زبیره می بتیغم یار و یاری را بیبی ساخت و کارم را به زخم زخم کاری را بیبی رفت و به او زنده ماندم سخت و جانی را نگار رفت و به او زنده ماندم سخت و جانی را نگار آمد و مردم ز خجلت شرم و ساری را ببین زد زبیره می بتیغم یار و یاری را ببین. ماشاءالله زنده باشم. ما وقت نگدم کلات رسولی سر تشکر. خدا کنه کمی و کسیارا دوستا باشم. انشاءالله صد صد دوستای ما آهنگتون خوششان آمدن و بدون کدام کمی و کاستی بود به نظر من. من اگرشان دونر موسیقی و قدر نمیفهم اما واقعا خوش آمد رسولی صاحب، همیشه صدایتون هم تو رسا باشد. حالا برنج سرویس کردیم، چون برنج که کمه معمولا همین چیزا داخل برنج ایرانی میباشه. بله رسولی صاحب، بیشتر ایرانی ها زرش که دوست دارم و شما افغان ها مثل که در قابلی ما رسولی صاحب از کشمش استفاده میکنیم و هم از خلال استفاده میکنیم، اونا زیادتر دوست دارن در غذایشان برخصوص در برنج زیادتر زرشک استفاده کنن و بیشتر زرشک رو میگیرن. این زرشک خیلی خوب است رسولی صاحب، برخصوص با دوستایی که فشار بالا دارن. یه هیلم دیده میشه. بله رسولی صاحب، هیلم اضافه ساختیم، زرشک، همچنان دانه های زیره، زیره رو به شکل زنده اضافه ساختیم. فقطا به مقدار لازم. دوستای ما که برنامه مکمل ندیدن ان شاء الله بخیر روزای بعد حتما ما چلو یوننگی آماده میسازم که برنامه مکمل شب ببینن و چیز رو یاد بگیرن. رسولی صاحب با دو پیازه چطور هستین؟ دو پیازه خوامو بیشتر گفتم در غذا برنج قابلی و عشقم است. خیلی دوست دارم. خیلی خوب. دو پیازه و قابلی و پلاو و چلاو. واقعا غذای افغانی ما همش دوست داشتنی است رسولی صاحب. حالا رسولی صاحب شما خیلی بفرمایین یک بار غذای امروز ما را تست کنین و با دوستا بگین که چگونه است. تشکر. خب من قاشق پنجره گرفتم است. تعظیم تون خو خراب نمیشه. نه نه خواهش میکنم رسولی صاحب، برا فقط مخصوص خودتان تعظیم کرده بودم. هم زنده باشه. همکارای تخنیک تون حتما بعد از من میخورن. همکارای تخنیک خیر است رسولی صاحب، اونا هر روز میخورن. خواهش نگرد باز بعد از برنامه غم اونا رو مخید میخورن. گپ خوب است. خیمه بسم الله میکنم. مشکر جانتان فرمایید رسولی صاحب. یک خب معمولا به این برنامه آشپزی وقتی که میمان باشی باید غذا را تعریف کنی که هر رقم باشه. نه خیلی رسولی صاحب، بگویی که خوب شد. اما از شما، از شما یک کارتان خوشم میاد رسولی صاحب. مراحت میشه ولی من صادقانه میگم غذای سیب جان امروز بسیار مزه دار آمده. نوش جانتان رسولی صاحب. خوب شد. نوش جانتان.
خیلی مزنده بود. تشکر. جان سپاس رسولی صاحب که در برنامه آمدین. واقعا برنامه خوب داشتیم. حالا دیگه برنامه ما در... دیگه باز بخیر. بعد از برنامه. کمایی دانا که ستاپ کردین باز میخوریم. بله چون وقت برنامه خیلی کم مونده رسولی صاحب نوزیر که از حضور دوستان مرخص شدیم. اگر کدام حرف پیام باز هم از طریق برنامه آشپزی دارین بلا قمنده صدایتان سلامت زنده باشین بفرمین کمره در خدمت شما آرزوی همیشگی صلح و آرامی در کشور انشاءالله بازم سپاس از همه دوستایی که تعقیب کردن سپاس از شما رسولی صاحب بازم که برنامه آمدین و تشکری خاص میکنم از شما نازنینم که همیشه مرا بیننده هستین این هم بود داشتایی هفته ما که تقدیم شما خوبان کردیم با امید از یک از برنامه از تمام برنامه یک دفعه رفته نشر شد برخصوص آشپزی لذت برده باشین جمعه خوش براتون میخواییم دوست عزیز تا شنبه خداوند یارو نگهدارتان